هی بابا گوشیم یادم رفته، برگردیم خونه. چشم احمد آقا. اما ببخشید، دیکشنری انگلیسی لازم داشتم، واسه همینم بی اجازه اومدم تو اتاقتون. باشه، اشکالی نداره، باریش مهم نیست. مرسی، ممنون. جانم جهان دمت، نمیتونم زیاد صحبت کنم، زنگ زدم بهت بگم زینب پیش منه. ها پس به تو پناه آورده، لابد پشت سر منم کلی حرف زده. نظر خودت چیه؟ بهش بگو پناه آوردن به تو دردشو دوا نمی کنه. من داریم رو دخالتی نمی کنم، امشب و پیش من بمونه، یکم آروم بشه، بعدن صحبت میکنید. باشه؟ باش، اشکالی نه. اگه اجازه بدی منم نظرمو در این مورد میدم بهت. جهان خواهش میکنم گلایه نکن، میخواستم بهت زنگ بزنم بگم. چی؟ میخواستی بری گلیازی و بعدش به من زنگ بزنی؟ جهان خواهش میکنم. باشه باشه، صحبت میکنیم. یعنی جدی میخوای این کارو بکنی؟ روز تولدشه ها؟ چاره دیگه ای ندارم. داداش مطمئنی؟ همیشه یه راه حل دیگه هست آخه. خب جان تو بگو چه کار کنم. من که نمیدونم، برین مسافرتی چیزی، نمیدونم که. خب رابطتون بهتر میشه، شاید نظر باباتم عوض بشه. حق با بابامه، این هم به صلاح زینبه هم به صلاح خودم، میدونی که. حیفه آخه، واقعا حیفه. اگه رابطه طولانی مدتی بود خب یه چیزی، ولی خب برای شما خیلی زوده، واقعا حیفه. مطمئنی؟ آره.
امروز تولدمه. ظاهرا قراره بدترین تولد زندگیم باشه. مامانم قاطی کرده. کرمم جواب تلفنمو نمیده. قرار بود تولد 18 سالگیم اینجوری باشه. ناراحت، ناامید. آخه میگم بهترین سالهای زندگی همون دوران جوونیه. همه همینو میگن. از تولدم متنفرم. سر و بیست ساله بشی؟ تبریک نمیخواد بابا. نشد دیگه. من راضیم یه دستمو بده ولی جای تو باشم. دست نمیخواد، بدبختی که خرج نداره. از تقپا نمیشم امروز. گرفتم. در علم پزشکی به این میگن افسردگی روز تولد. معمولا از هر ده نفر یه نفرشون اینجوری میشه. نه بابا همچی چیزی نداریم. خب راه حل داره، میشه درمانش کرد. وایس حالا میبینی. بابام اینم درمانش. بابا تو چی کار کردی؟ چطوره؟ خیلی خوبه، خیلی. خب اینو بذاریم اینجا. خیلی خوب، شمتو فوت کن دیگه. نه وایسا اول آرزو کن. حتما اتفاق میفته. خاموش شد. جدی؟ واسه همه یه تولدات که از دست دادم و حسن میخوام دخترم. امیدوارم بتونم جبران کنم. عالی جبران کردی. فوق‌العاده ای بابا جون. دختر خوش گلم عزیز دارم. خیلی خوب دیگه نوش جان. نوش جان دیگه. تو هم بخور دیگه. خب نظر چی آیشان جون؟ میتونی این کارو برای من انجام بدی؟ خب شما کی از من چیزی خواستین و انجام ندادم تولی خانم؟ اینو مخصوصا پرسیدم چون وقتی شهادت بدی خب دمت خیلی باهات دشمن میشه. میفهمی که چی؟ مشکلی نداره، اصلا مشکلی نداره. من تا آخرش پیشتون هستم. خب دروغم نیست که، همش زیر سر دمت دیگه. مگه من همه چی رو نمیبینم؟ آخای شنجان، این خوبی تو هرگز فراموش نمیکنم واقعا. خواهش میکنم، این چه حرفیه. خیلی خب من دیگه باید برم، نمیخوام با کسی رو در رو بشم. در ضمن وکیلم بهت زنگ میزنه که زمان دادگاهو بهت بگه و کاملا در جریان همه چه قرارت باشه. میده. خیلی خوشحال شدم. باشی. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. سلام دمت جون، چشمت روشن. جهان برام درخواست طلاق داده. نهایتا به هم میرسیم. چیه؟ فکر کردم خوشحال میشی. دعوا کردین با هم؟ آبرو ریزی نکن، از اینجا برو. پس یه خبری هست، یه چیزی. یه سر حتما به هم بزن. در مورد جهان چند تا چیز هست که باید بهت بگم. یه چیزی رو تو گوشت فرو کن. این آخرین باره که دارم بهت میگم. رابطه من و جهان فقط به خاطر دخترمونه. در اولین فرصت هم از اینجا میریم. بهتره که دست از سرمون برداری، فهمیدی؟ این آخرین هشدارم بود. عالیه. راستی تو اول میری بعد جهان دنبالت میاد؟ تکنیک چی؟ چی داری میگی تو؟ با زبون خوش برو. یه چیزی بهت بگم، اگه جهان بهت گفته که میخواد با پول من برات مغازه خیاطی باز کنه، اصلا این حرفشو باور نکن. میشه سریتر گمشی از اینجا بری؟ شخصیتتو نشون میدی. آره دیگه. آره نشون دادم، گمشو. ریختم تو خودم، همش خراب شد. من تمیزش میکنم، ولش کن. ببین من میام پایین چایمو بخورم، تو هم با دوستت دارد صحبت بکن باشه. جانم تولدت مبارک، تولدت مبارک زینب، تولدت مبارک. صدات خیلی خوبه ها، قدرشو بدون، واسه همه نمیخونم. مرسی دوست گلم. تو هنوز خونه ای؟
یعنی کیک تولد نمیخوری؟ نمیدونم، دیروز برای من روز خیلی بدی بود. ای بابا، یعنی نمیخوای بهمون کیک بدی؟ جریانش طولانیه، بذار بعدا. باران، کرم زنگ میزنه، میشه بعدا صحبت کنی؟ باشه، قطع کن. باشه، فعلا خدافظ جانم. صبحت بخیر. صبح بخیر. تولدت مبارک. مرسی. چیکارا میکنی؟ هیچ، یک کم دیگه میخوام برم بیرون، بارانو میبینم. تو هم میای؟ نه، نمیتونم بیام، یکم کار دارم. جدی میگی؟ باید کارمو ردیف کنم. تو حالت گرفته است؟ نه، چیزیم نیست. صدات خیلی ناراحت میاد کرم. این کارا رو باید حتما انجام بدم، نمیشه. باشه، پس بعدم بهم زنگ بزن. باش، بعدم صحبت میکنی. دمت. بشین. انگار یه چیزایی شده، نه؟ خبرو چقدر زود میرسن. همه دارن در موردش حرف میزنن. ببخشید، آبرومون بین مشتریام رفت. اون مهم نیست، ولی انگاری تو گفتی که میری. چی شده دمت؟ البته میخواستم باهات صحبت کنم. خب یهو چی شد؟ کجا میخوای بری؟ ملدا جان، خیلی خسته شدم، نمیتونم تحمل کنم، دیگه انرژی ندارم. با زینب برمیگردیم گلیازی. دمت، اصلا همچین کاری نکن، اصلا. دیگه تصمیممو گرفتم. خیلی حیفه، تو زن با استعدادی هستی، زینبم که داره میره یه مدرسه خوب، واقعا حیفه، اینجوری نکن. ها، خب اونجا ادامه میده. نرو دمت. جانم. ملیس جان، شما این خانم؟ بله. با شرکت ما تماس گرفتین که یه مزاحم تلفنی داشتین، درسته؟ نه بابا، من خودم یه مزاحم دارم، خدمات مزاحمت اکسل. خب هنوز به حرف ما گوش ندادین، بهتره بشنوین. ملیس. خوبه بابا، در موردش فکر میکنم. چه خبره؟ فکر میکردم صدا تو بشنوم حالم بهتر میشه، ولی آها، امروز بهت سر بزنم، دوست داری؟ آره بیا، دلم برات تنگ شده. باشه، پس میبینمت کوچولو. میبینمت. ملیس جانم. چی؟ دوست دارم. میدونم. باشه فعلا. تولدتون مبارک. زینب نمیخوای فوت کنی؟ اوف. زینب، کل روزو میخوای اینجوری بگذرونی؟ خب چی کار کنم باران؟ تو بگو. نمیخوام مامانمو ببینم، کرم هم محلم نمیذاره. چی کار کنم؟ تو بگو. چرا فکر میکنی محل نمیذاره؟ از یه صحبت تلفنی اینقدر برداشت نکن. اینجوریه دیگه، من میفهمم، وگرنه اینجوری بی‌حس و حال تبریک نمیگفت.
خب یعنی مشکل چیه؟ تحت تاثیر قرار گرفته. معلومه تحت تاثیر قرار گرفته. اولش یکم جوگیر شد. میگفت هر جا بری دنبالت میام. الانم که دید قضیه جدیه، خب بی خیال من شد. درسیده دیگه بیچاره. ببخشید، میشه یه لحظه فندک رو بدی؟ ممنون. کرم همچین کاری نمی کنه. مرسی. من اصلا مطمئن نیستم. یالا فوت کن. اوف. خستم کردی. آدم که نخواد پول پیک بده اینجوری میشه. خیلی ایشالا. از موزه تابلو دزدیدی؟ نه، ولی فکر بدی هم نیست. بی عزیزم، دلت واسم تنگ شده بود؟ خیلی. خیلی خوب، بازش کن. باشه. میدونی من فکر میکنم توقع منو خیلی بردی بالا، نه؟ آره خوب، میدونی فکر میکنم یکم توقع تو بردم بالا. حالا بازش کن. بیا بغلم. این یعنی خوشت اومد؟ خیلی. دمت جان، خواهش میکنم. جهان، اصلا حوصله ندارم. بابا تولد دخترمونه آخه. حوصله هم نداشته باشی باید پیشش باشی قربونت. اون قضیه رو هم حلش میکنیم. اون قضیه حل شدنی نیست، کارش نمیشه کرد. دمت، خواهش میکنم. خیلی خوب وایسا. ها من باید برم، شما ها میتونین کارو تموم کنی؟ بله دمت خانم. ولی اصلا مطمئن نیستم شب خوبی باشه. از الان گفته باشم خیلی خوب میشه، قول میدم. بریم وایسا. کیفمو بردارم وایسا. بابا جونم. آه واقعا عالیه. تنها چیزی که بهش نیاز داشتم همین بود. حالا کجا داری میری دخترم؟ بیا نگاش کن تو رو خدا. ای بابا اینجوری نکنید، بشینید صحبت کنید دو نفری. منم باید برم آشپزخونه، یکم کار دارم. باشه خیلی خوب، برین برین برو بشین بشین. آفرین دخترم.
هر چی میخوای بگی بگو، تصمیم من عوض نمیشه. تصمیم چیه اون وقت؟ با توجه به اینکه من امروز 18 سالم شده دیگه یه انسان آزادم، یعنی با بابام زندگی میکنم. خوبه، جدی میگی؟ از لحاظ اقتصادی هم رو پای خودتی؟ میتونم باشم، مشکلی نیست. هم درس میخونم هم کار میکنم، اینجوری رو پای خودم وای میستم. ولی اصلا بر نمیگردم گلیاسی، اصلا نمیتونی نظرم رو عوض کنی مامان. زینب خانم، من نیومدم اینجا نظر تو رو عوض کنم. افکارت هم برای من اصلا مهم نیست، هرچی هم من میگم همون میشه. خودت هم خوب میدونی چرا این کارو میکنم. قبلا بهت گفته بودم وقتی مادر شدی خودت میفهمی من چی میگم. خب چرا اینجوری میکنی؟ بگو دیگه. من کرمو چطوری ول کنم؟ مدرسه رو چطوری ول کنم؟ اصلا به اینا فکر کردی؟ آره فکر کردم. معلومه فکر کردی. خیلی فکر کردی. مطمئنم. آره فکرشو کردم دیگه. همه اینا رو گذاشتم یه کفه. بقیه چیزام که شامل امنیت دخترم میشه گذاشتم کفه دیگه. بعدم دیدم امنیت دخترم مهمتر از هر چیز دیگه ایه. ماما مگه تو عاشق بابام نشدی؟ ها؟ مگه سالا به خاطر دور بودن ازش ناراحت و ناامید نشدی؟ چرا باعث میشی همون بلا سر من بیاد؟ چرا اینجوری میکنی مامان؟ من فکر میکردم صحبت کردین و سنگاتونم وا کندین، ولی نه. یالا ببینم یالا. خب با این شرایط دیکتاتوری چطوری میشه مشکل رو حل کرد؟ زینب خانم مؤدب باش. آروم 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 میشینیم قشنگ حرف میزنیم. اینجور چیزا باید صحبت بشه تا بالاخره حل بشه. واسه همینم باید با هم مفصل حرف بزنیم، ولی اولش شم و فوت میکنیم، کیکمونو با دلخوشی میخوریم و بعدش میشینیم با هم حسابی تصمیم میگیریم. آخه اینکه کاری نداره. ببخشید ولی تو در این مورد حق دخالت نداری جهان، ناراحت نشی. چطور؟ منظورت چیه؟ خب یعنی درسته که بابای زینب هستی، ولی ما یه خانواده نیستیم، میفهمی؟ نیستیم، یعنی مسئولیت اون با منه، تصمیماتش هم من باید بگیرم. یعنی منو عضو خانواده حساب نمی کنی؟ چه ربطی داره؟ واسه چی باید حسابت کنم؟ خیابون بغلیم، میرم دستشویی با اجازتون. زینب بشین سر جات. بذار بره. عضو خانواده نیستم. عجب. مرسی که اومدی کرم. چی شده؟ یه مشکلی هست؟ چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ ها؟ ببین زینب، من خیلی فکر کردم، یعنی کل روز رو به این فکر کردم. نمیدونم چرا انقدر حالم بده. خب میفهممت، ولی توضیح بده، گوش میدم. چی شده؟ مشکل چی؟ ما دیگه نمیتونیم اینجوری ادامه بدیم زینب. من واقعا خیلی فکر کردم، ولی قضیه دیگه خارج از کنترل ماست. دیگه
خانواده هم بخشی از قضیه شدن. مامان تو و بابای من، یعنی میگن که دیگه نمیتونیم با هم باشیم. از یه نظر حق با اوناست، میدونی من بهشون حق میدم. ببین دست و بالم واقعا بسته است، سعی میکنم یه کاری بکنم ولی هیچی نمیدونم. شاید فردا صبح که از خواب باشم خیلی پشیمون باشم. باشه بذار حرفاتو کامل کنم. این چیزی بود که ازش میترسیدم. الان این بلا سرم اومد. هر جور تو دوست داری کرم. نه خب چیزی نگو لطفا، نه همینجوری حالم بده. یه مرد باید همچین کاری بکنه دیگه. چی؟ ازدواج میکنی؟ زینب عشقم، زینب چی شد؟ نمیدونم، یهو قش کردی همینجوری یهویی؟ آره یعنی تو هیچی به این نگفتی؟ چیو نگفتم ها؟ واقعی بوده؟ خواب که نیست نه؟ خواب هم باشه دیگه بیدار نمیشین. قبوله؟ آره قبوله؟ دوست دارم. آره دوست دارم. منم دوست دارم. با طرفداریت از زینب تصمیمات منو سخت‌تر نکن جهان. دمت کسی کار تو رو سخت نمی کنه، ولی الان منطقی نیست که نذاری بره مدرسه. خب همش مگه چقدر مونده که تعطیل بشه؟ حیفت نمیاد آخه. ای بابا چرا نباید بتونم برای زندگی خودم و زینب تصمیم بگیرم؟ برای چی باید حساب پس بدم به همه؟ برای چی باید کسی حساب پس بدی؟ من دارم بهت میگم که خیلی کم مونده تا سال تحصیلی تموم شه. بذار مدرسهشو بره، بعد هر تصمیمی که خواستی بگیر. بعد میگم نه بابا، من قبلا کارایی که تو گفتی و کردم، بعدم یه عمری تو اون دادم، الان دیگه هر کاری خودم صلاح بدونم انجام میدم. بابا دختره 18 سالشه، برمیداری میبریش گلیازی، دو روز بعد فرار میکنه برمیگرده، اون موقع چه کار میخوای بکنی؟ به تو چه؟ بذار خودم تصمیم بگیرم. نه نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ تو کی هستی که دخالت میکنی و میگی میشه یا نمیشه؟ دمت خواهش میکنم. کی هستی؟ واسه چی دخالت میکنی؟ چون من دوست دارم. جهانا خواهش میکنم اینجوری حرف رو ازن لطفا. نه دمت معذرت میخوام، گوش بده فقط. جهان نمیخوام بشنوم. تو زن داری، بچه داری، خواهش میکنم. دمت نمیخوام واسه بار دوم از دست بدم. جهان میشه بس کنی؟ دمت... جا
خب کیک من کو؟ کجاست؟ کیک اینجاست، تو فقط بشقاب بیار. زود باشین زود باشین زود باشین دیگه. ازت ممنونم، هدیه خیلی خوبی بود. خواهش میکنم عزیز دلم. امروز به من خیلی خوش گذشت، خیلی وقت بود همچین روزی نداشتم. خوشحال شدم. با زینب آشتی کردیم. نه بابا. دیروز با بابا اومده بود اینجا، فکر میکردم خیلی ازش عصبانیم، ولی در اون حدم نبود. حرفای خیلی قشنگی زد، منم یهو عصبانیتم پرید دیگه. بعدش هم همدیگه رو بغل کردیم، گریه کردیم، آشتی کردیم. ای بابا. چیه؟ من ملیس بدجنس رو دوست داشتم، الان باید عاشق این رفتار بشم. خب دیگه پاشو برو. آره دیگه برم. خداحافظ ملیس جون خوشقلب. از دست تو. بای بای. شیطونی نکنی ها. اگه بدونیم کی شروع شده میتونیم دلیلشو پیدا کنیم. داداش میخواستم برم سر کلاس ولی مریض هی میومد جلوم وای میساد نمیذاش برم تو. آره راه نمایی که بودیم ملیس مثل گاو بود. باز خیلی وز کم کرده. آره ولی هنوزم بعضی وقتا پرخوری میکنه. حالا میبینید بازم مثل یه اندونه بزرگ چاق میشه. مطمئنم. تو واسه چی میخندی مرتی که؟ Aşka yakın
بریم. اون طرف سلام. 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 ما اومدیم که ازدواج کنیم. مدارکتون بفرمی. بالغ هستین؟ بله، من دیروز 18 سالم شد. خب دخترم دستتو بردار ببینم. ولی خب یه مسئله هست، ما میخواییم هرچه سریعتر این اتفاق بیفته. خب ما همچی شرایطی نداریم، باید ببینیم کی وقت خالی داریم. خب باشه، یه نگاه بیندازین دیگه. فردا میتونین تشریف بیارید. عالیه، فردا میام خدمت. خب ما حالا ما چی کار کنیم؟ باید مدارکتون رو حاضر کنیم. چی؟ خب باشه، از چی شروع کنیم؟ آزمایش خون و تست مورفین. سلام. سلام، خوش اومدین. ما میخواییم آزمایش خون بدیم. واسه چی میخواید آزمایش بدیم؟ واسه ازدواج. یعنی چی؟ با این سن و سال؟ آره جوانن، درسته، ولی عشقشون افسانه‌ای. آره خب یه ماجرا پر از اتفاقات دراماتیکی عشقی که توی 18 سالم نمی گنجه. مرسی. فیلمش ساخته بشه جز پرفروش‌ترین ها میشه. خب جان بس دیگه، کافیه. کافی نیست، همه باید بشنون. ملت گوش کنین، این دوتا هستن ها، این دوتا یه عشق رویایی دارن. الان هم اومدن آزمایش خون بدن. همه باید این داستان رو بدونن. بزن به افتخارشون. تو هم ایوه فقط بلدی تشویق کنی. دوست داری ما هم آزمایش بدیم؟ به این راحتی ها نیستا. من ای مثبتم. خب ما فرما رو پر کنیم و بریم. بفرمایید، عکس این جان. دیروز تقریبا کل روز با هم بودن. خوبه، حالا اینا کافی هم؟ نگران نباشین، همه چیز همونی میشه که میخواییم.